ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگوید که گزارش تکمیلی خود را درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان تا ماه دسامبر سال جاری تکمیل و آن را به شورای حقوق بشری پیشکش خواهد کرد. شما درباره حقوق بشری میپرسید. بیشتر آن را در بیانیه مختصر در پایان ماموریتم پوشش دادم و تکمیلی آن را به شمول تداوم نظارت در هفته های نزدیک ادامه خواهم داد. آقای بنت همچنان می افزاید که اوضاع در افغانستان نسبت به گذشته بدتر شده است و مسئولان امارات اسلامی باید درباره ادامه خشونت های حقوق بشری و حقوق زنان پاسخگو باشند. من در این باره خیلی صریح خواهم بود. وقت گزارش رسمیم را تهیه کنم، در این مرحله می خواهم بگویم من با آنهایی که احساس می کنند اعلامیه ها و کلمات تنها کافی نیستند و نیاز به عمل نیز است و باید درباره ادامه خشونت های حقوق بشری و حقوق زنان حسابدهی نیز باشد موافقم. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان می افزاید که پیش بینی شده است که دور نگه داشتن زنان از کار کردن در جامعه $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان رسانده است. این یک موضوع حقوقی و شرکت زنان به گونه کامل در جامعه است. بنابراین در این راستا برخی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی درباره کنار گذاشتن خانمها در افغانستان وجود دارد. آقای بنت در این گفتگو می افزاید که پس از پیشکش کردن گزارش از اوضاع حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشری، تصمیم آنهاست که چگونه درباره آن عمل می کنند.